با سلام گرم از قرنطینه سلامت و آرزوی سلامت برای شما. بخش اول، هرچه از دوست میرسد ضرورتا نیکو نیست. خیلی ممنونم، شب شما بخیر. من این کت جادویی بیژن پاکزاد رو بپوشم که برای من دوستان کرده. میدونین که این کت رو بیژن برای من درست کرده و خیلی هم قشنگه. این یک هم برای حالا لنگش خود بخورم که حالا یک باید باید بخورم. ها یک کلام داره، کلاه رو البته خودم کشف کردم. این کلاه چیز خاصیت دارویی داره، باید داروی تشریه کمتر از دو ثانیه کچلی شما رو برطرف کنم. آره هر سیدی برنامه این داره در تلویزیون پارس حتی داره که موقعی با دستفردی داره حالا این سفر رو داره من برنامه بکنم در این سفر باقی نمونده. بعد به من گفت که از این برنامه اینترنتی به منم بده که اینترنت من نمیدم سایت من رفتیم دیدیم یا نه آتیش میگم دبیر 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 نکته از خراب داد کام یادم رفتی بود از کارها دارتون. خیلی متشکرم از شما. نره گفت از این مطالبی سایت بده. گفتم پس من هم بذار دو امسال با صمد آقا یه مصاحبه کنم. گفت نمیتونی با صمد آقا مصاحبه کنی، با صمد به صمد آقای درون خودت مراجعه کن. گفت آقا 10 سال پیشم کفش کتونی پام بود زد سیاه کرد صمد آقا دوام شد کلی. گفت به صمد آقای درون خودت مراجعه کن. صمد آقای درون چیه؟ گفت در درون هر ایرانی یک صمد آقا هست. من نمیدونم، من دقت کردم در درون ایرانی یه شاه هست، یه خمینی هست، یک صمد آقا. گفتم در درون خانوم ها که نمیدونم. گفت در درون خانوم ها یک لیلا خانوم هست و در درون خودت هم یک صمد آقایی هست که باش برو چلوکه آبی، برو سینما خلص. دیدم منو به اون جریانی ربط میده که این خارجه بهش میگن طفل درون. نمیدونم شنیدین یا نه، روانشناسا میگن طفل درونم بعد از انقلاب اختراع شد. والا قبل از انقلاب ما طفل درون نداشتیم. خیلی چیزا نه، قبل از انقلاب کلسترول نداشتیم، دیپریشن نداشتیم، طفل درون نداشتیم. نمیدونم طفل درون، ولی الان در ایران هم طفل درون رو به رسمیت میشناسن. یعنی الان هم که مد شده این تراپی کردن، این آقای دکتر هست که اینجا چی؟ جانم؟ آها نه دکتر رو که میشناسم، دنبال مریضاش میگشتم. دو سه چهار پنج شیش نه نه شوخی میگم، منم خود مریض دکتر راکویی هم، منم مریضشم. ولی خب الان اون دیپریشن گرفته خودش، دنبال یه دکتر راکویی دیگه میگرده که بره پیش اون. برای ایرانی هم یاد گرفتن همه هم دیگر تراپی کنن. برای تراپی کردن کار ساده ای شده، همون سنت قدیمی ایرانی ما همه بلد بودیم از قدیم، همون سنت ایرانی زیر پاکشیه. مادر بزرگ من استاد دکتر هلاکویی بود، میگو از زیر زبونش کشیدم بیرون، در می آورد جیک و پوک و در می آورد. خیلی خوب با این فرضیه شروع میکنیم که اگه قبول کنیم در وجود خانم هایی که اینجا تو این سالن نشستن یک همچین مختصر لیلا خانمی هست، و در وجود آقایونی که تو این سالن تشریف دارن یک درجه ای از صمد. خیلی دو کشورم که بین همین صمد آقایی که اینجا هستن تا
تو یکی خود رو من میفهمی. شما صدا ما داری اینجا خیلی هم زیاد داری. چرا ما رو صدا داری؟ نه برای اینکه ببین اونا قاطی دارن خالص نیستن، درصداشون خیلی کم زیاد میشه. تو تنها صدا مقام صمد آقای خالص خلص صد درصد، یعنی نه 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 چی میگم خیلی سر ارگانیکی ارگانیکی تو تنها سمدوای ارگانیکی ایران جهانی. من این جعبه واکسیتم و میدونم که صابونش نه به جامم، واکسش به کفشم خورده، وازش نمی کنی برای که امشب نمیخوام واکس بزنیم، یک کار واجبی دارم. اون دفعه هم زدی کفتونی سفیده من سیاه کردی، این دفعه مخصوصا کفش تیره پوشیدم که کاری باش نمیشه. آها این کفش به شما نمیاد، ما باش سفیدش بکنم. نه خیلی با گل گیوه، با گل گیوه وازش نکن، همین با گل گیوه. تو آخه هدیه بردی بر من. صدا به ما گفته شما شاعر بزرگ هستی، وقتی به دیدارتون میام دست خالی نیام، برای شما چش روشنی. آخی سید آقا سیادو میگه همیشه من خجالت میده. نه 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 گفته شما خجالت نکشی. گفت از من بدجوری سفارش کرد. آره راضی به زحمت خود شما هم نبودم. نه نه زحمتی که نداره اگه خود شما مصرفش یادت نرفته باشه. این چه برای من آوردی؟ این چه؟ اسمش هم یادش نرفت. اسمش یادم نرفته، برای چی آوردیش؟ نه گفتم مصرفش هم یادت رفته، داری میگی برای چی آوردیش؟ بفرم. نه گفتم ایده خودت بود؟ بله خودت فکر اینه در من بیاری یا سید آقا یاد میدونی؟ آقا شما چرا ما رو دست کم میگیری؟ من که قراره همه چیزی به ما یاد بدن به ما نستد، مگه ما خودمان آدم نیستیم؟ پس خودت فکر اینه برای من بیاری؟ خب ما گفتم یه چیزی بیارم اینجا به دردت بخوره بند خدا. بودم یه چیزی بیارم بلکه دن در ولایت قربت دلت براش تنگ شده باشه. در ولایت قربت دلم برای خیلی چیزا تنگ شده. من چرا به این همه چیزا که دلم تنگ شده با این مدن هر دم بیمعنی بیقواره بیریخت رو برای من بیاری؟ آه حق ها که حق ها که ملالی حق داشت هرچی به شما گفت. ملالی اون آخونده رو میگی بی جا کرد هرچی. بله تکرار نمی کنی. گفت قربت آلما رو از تارت مارت میندازه. بفرمایید. میگم تکرار نکن عزیز من، اینا جایی بر تارت خوبی که نباشه، اینجا آمریکاست، اینجا تکنولوژی مدرنه، اینجا همچه کامپیوتریه، اینجا آفتابه کامپیوتری هست، شیرنگ دیجیتال هست، اینجا ایرانی ها روزی 100 دفعه تارت دانلود میکنن. ما برای شما شیلنگ میارم. نه همون بهتره شما شیلنگ مصرف بکنید. ما خودم برای این مشتری بهتر دارم، بده ما خودم ببرم بشه. نه سب کنی، نه غلط نکنم آورده خود دارش استفاده کنی، اونی که حق داشتی لابد خیال کردی اینجا خاکم گیر نمیاد که باهاش تیمم کنی. ها کلوخ چی؟ با کلوخ هم نه 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 گرون در میاد، گرون در میاد، گرون در میاد، برای که اینجا کلوخ در بسته بندی کادویی باید بری از آیکیا بخن، اون برای روز مادر روز پدر یاره، وگرنه برای اون کار به درد نمی کنه. آقا بذم ما بیا اینجا بشین کارم دارم. نه بذم ما اینو برش بیا ولش کن بیا اینجا بشین. یادت 10 سال پیش تو همین سالن به تو قول دادم که ما تا 2 هفته دیگه رژیمو میندازیم، یادت یادت به کی می‌خواستیم بندازیم؟ مال من کسی بر نمی‌داره. نه سیاسیش نکن، حرف خنده یادتون این سال چقدر کار خنده داری کردی؟ ها یادت شما چقدر برای ما شعر خوندی؟ آخه هیچ کنون از شعر من یادت نیست. چرا آقا ده؟ نیش هیچ ما الان کوزه ببینیم یاد شما بیافتیم. ها باری کلا این روبایاتی که من راجع به کوزه ساختم به سبک عمر خیام، من خیلی روبایی کوزه بر تو خوندم. تو کوزه میبینی یاد کدوم رو بایی من میفتی؟ نه نه ما یاد خود شما میفتیم. پس ایچ کدوم شعر من یاد نیست. چرا؟ شما یک کوزه داشتی رفته بود چیز شده بود بودی
پناهنده شده بود بنده خدا. آره او بر کلا یه راست گیر یه کوزه شام رو پناهنده ها یه کوزه بود که دستش شکسته بود کو یه کوزه داشتیم اینجا. آره اینا از این دسته درست اون دسته شکسته بود. اون موقع ایرانی ها زیاد فرار میکردن میرفتن ترکیه بعد از انقلاب، یعنی انقلاب کرده بودن در میرفتن. خلاصه به بحث این که پرهندگی میرفتن تو اروپا و آمریکا، اولین حرف که میزنن از ظلم و جور پلیس ترکیه حرف میزنن. آره برای که عذیتشو میکردم برای اونا رو بایی گفتم این کوزه که ناقص است و شرمنده شده بگریخته از مرد و پناهنده شد چون پول و پله نداشته دسته او از سوی پلیس ترکیه کرده شده. اینو زیادشه هم تو یادت آه کوزه های شما رو ما برای گدایی خواندیم خیلی خنده کرد. گدایی همون گدای پیر آبادی رو میگی دیگه، همون که یه پا داره. نه همون که یه پا نداره. منظورم همونه دیگه، حالش چطوره؟ هنوزم یه پا نداره بنده خود، هنوزم خداوندگار عالم یه پا بهش بده کاره. چی رو وقتی رو با یه کوزه مرا برش کنید؟ خیلی حال کرد، خودش هم سر زن یه کوزه از خودش برای ما خواند. شاعرم هست که دلی بدجوری ما شاعر زیادی داریم. یه هیچ کدوم از شعرش که یاد نیست. ما تمام شعراش فوت آبی ما. یه شعرش همون کوزه شو. میگه این کوزه چون من عاشق زاری بوده است. زاری یه زاری. نه زاری. گریه زاری یعنی؟ ها روزخانی خیلی میرفته بنده خدا. میگه این کوزه چون من عاشق زاری بوده است. غلغلغلکش مثال قاری بوده است. افلیج زرد و فاب و یک دست چلاف ذات و ولدش سکین خیاری بوده است. آقا بیتر بیار دیگه نسید. آقا شما آفتابه داری؟ نه خیلی آفتابه. شعر آفتابه نه ازم بده من. آقا گدعلی داره. نمیخواد بخونی. آقا گدعلی شعر آفتابه داره. آقا میگه این آفتابه سفت و سخت عاشق بوده است، در عشق همیشه صاف و صادق بوده است. این دسته که زیر شکمش میبینی و خواسته از بحر خلایق. آقا شما چرا بار میزنی؟ آقا خون دیگه بلش کنی بلخواد بخونی. آقا خوششان آمده. نه دیگه این آفتابه که دین و دل باخته است، انگار فلک بهش نفرداخته است. این لوله که زیر شکمش میبینی بهرم من و تو چنین برافراخته. آقا شما چرا دعوا میکنی ما رو؟ نمیخواد بخونی دیگه. نمیخواد بخونی چون در این روایت گدعلی ایکس ریتده. خوششان آمد آقا. نه خیلی کار به جای ناجور میکشه. حالا کشیدم. شما بچه میترسانی؟ نه نکنه شما اینجا منکرات چیزی داری؟ نه منکرات نداری، ولی به هر حال همین میخندم فردام گندش در میاد که سمندقای چیزایی گفته که ایکس ریتد بوده. بالاخره میگیم دیگه، از ماست که بر ماست. اصلا ما این میراث باستانی از ماست که بر ماست و هر جا که میریم با خودمون میبریم. خوش به حالتان. چرا خوش به حال ما؟ و بالاخره یه ارث و میراثی بهشتون رسیده که همه جا با خودتون میبریم. به ما فعل جماعتی بران نسبت شما دست خرم نرسید. نه نه اختیار داری به شما که، اما بیشترش هم رسیده. بله کجا؟ بله چی میراث مسلمانی، این همه خرافات، این همه سینه زنی، این قم زنی، تعزیه، تکیه، سفره ابوالفضل که میدادن همینطور سانجز بریم سفره ابوالفضل میدادن از اونجا تا اینجا. چه غذایی اخیرا فمینیستیش کردن سفره حضرت رقیه هم میدازن کنار.
انقدر مود شده که کلیمی ها میندازن. یعنی خرافات اصلا دین و ایمان سرش نمیشه. یه یادت عبدالفضل، یادت روبیه، ما رو از شر این رژیم مذهبی نجات بده. ولی خب سفره کجا هست حالا آقا؟ نه منظورم اینه که به شما میراث مسلمانی پروپیمونش رسیده، اینو میخواستم بگم. برو بابا فکر کنه از میراث مسلمانی فقط یه فقره آفتابه به ما رسیده بود که شما در حضور همه اینجا خارو خفیفش کردی تا تونستی زدی تو سرش. نه عزیز من ببین، ما اینجا یک کمی داریم مثلا یک کار فرهنگی، یک کار با ارزشی میکنیم. تو اگر با یکی از اهالی آبادیتون بخوای اختلاط کنی، دو کلمه حرف حساب بزنی، آفتابتو میاری میذاری تو اتاق مهمانخونه؟ نه آفرین، ما اتاق مهمانخونه نداریم که. من خیلی هم به آفتابت عزت گذاشتم، گذاشتم کنار کوزه خودم دیگه، قرار ندارم. آره آقا زیاد کنار هم قرارشو ندادی که. چطور مگه؟ این کوزه شما مادینه یه دیگه، ما آینه شد کوزه مگه نرماده داره؟ حالا از ما گفتم پس فردا اگه اتفاقی برای شما داد از چه شما نبینی نا. ما اینجا جلو همه هم برای شما پخته کردم که این آفتابه ما سفت و سخت عاشق چه عاشقی که از کوزه ما هم نمیکسه. عشق از قدیم گفتن کوره دیه، عاشقی که چشم دیدن نداره از کجا میدانه که کنارش وایستاده همونی که قرار عاشقش بشه. عجب شما ها رو دیگه زیادی سیکس کانشستون کردن. چی آقا؟ آقا بلاملا سر ما خیلی آوردن، اما این کاری که شما میگه هنوز با ما نکردن. سیکس کانشست ببین، من معمولا لغات خارجی یوز نمی کنم. یوز؟ نیور ایور فرفره؟ دونت ایت می ران. چی آقا؟ سید آقا به من گفته که با سمد آقا وقتی حرف می زنی یه جوری حرف بزن که با بقیه ایرانی که باش حرف می زنن معنی زبون اونا رو بفهم. ببین سیکس کانشست یعنی این که جمهوری اسلامی اومد ذهنیت ها رو همه رو سکسی کرد، همه رو در واقع خراب، که من دست پیش یه جوکی ساختم رو صحنه می گفتم. حالا همه یاد گرفتن خودشون میان برای من تعریف کردن، منم مجبورم یه مقدار بخندم. البته شما نشیدین چون با اون دفعه نیومده بودین. گفته که مواد غذایی را که توی یخچال میذارین باید موازین ناموسی و عفت و عصمت و سکس و درموشون رعایت کنین. هر غذایی رو یه وقت پیش هر غذای دیگه نذارین، یه وقت بی‌عفتی نشه. ناموس گفت چی؟ گفت شبها در خلوت و تاریکی یخچال نرگسی رو تنها پیش میرزا قاسمی نفت. یا اگه میذارین در یخچال رو باز بذارین. یه سیغه هم گفت اگه بخونین فوت کنین به اون نرگسی جای دوری نه. شنیده بودی تو اینو؟ آره آره. یه سیغه اگه شما بخونین خب چه ضرری داره؟ از محکم کاری که آقا کار عیب نمی کنن میکنن؟ جوکو جدی گرفت و این تنها کسی نیست که جوکو جدی میگیره. اغلب ما اینجوری شدیم، جوکا برامون جدی شده، جدی ها برامون جوک شده. مناسباتون جوکی شده، واژگونه شده که این یکتر همه ما تقریبا مازوخیسممون با رومانتیسممون قاطی شده، خشنی شدیم. در ایران هم حاج آقا و تازه به دوران رسیده ها یاد گرفتن میگن عشق بازی باید خشن باشه. قربون صدقه دیگه فایده نداره، لذتش بیشتری که خشن باشیم. حاج آقا میگه فش به داشت خانم. فش بده خانم هم میگه آجا من ریدم به قبر بابا. من میخواستم فقط اینو بگم که حل کردن مشکلات خانوادگی با تلفن و تراپی کردن راجع مسئله، من میگم که این آقایان پزشکان، آقای دکتر هلاکویی و همکارانش و اینا بیان به این مشکلات بنیانی ما برسن، به این وارونگی مناسب ما برسن، بگن مسئله پیش با افتاده رو فقط وقت تلف کردن که بخوام که بگیم این زن و اون شوهر چیه. من دارم حرف
میگم این مناسبات جانم شما این فرمایشات حالا برای چی میگی؟ برای کی میگی؟ برای خودمون، برای اونا میگم، برای خودم میگم، برای تو میگم. آگه برای ما میگی خبرتان یه جوری بگیر ما بفهمیم شما چی میگی؟ من این همه گفتم تو چی نفهمیدی؟ ما فقط اون کار که سر قبل حاجی کردن فهمیدیم. بفهم بفهم رتیب‌تر اینجا و کثیف‌ترین جاشو فهمیده و گرفته. این هم سمن سودانا مجنون زمانه ما. مجنون که مشغله ذهنی شده که اون زیر آفتابه با کوزه ممکنه یک کارایی بکنه. قبول کرده که باید برای نرگسی هم توی یخچال صیغه بخونیم. این ببینیم کارمون به کجا کشیده. کار این نازنین تو دیگه چرا یکی اقلا از زیبایی بگو، از مهر و وفا بگو، از عشق بگو، از لیلا بگو. چشمای سیاهی تو را